وقت بخیر با موج همراه هستید. جمشید امیدی در استودیو با من هست، کارشناس دنیای توپ و تور و والیبال. خیلی خوش آمدید. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم و دوستان ورزش والیبال. آیه حمیدی، ما دیشب روسیه رو شکست دادیم، اون هم در 3 ست. روسیه که با اوضاع نگران کننده روانی و فنی روبرو بود، سمرابین تیم از این تیم رفته بود و به تهران اومد. بالا از پیش مشخص بود ما تیم برتر هستیم. نگاه شما بازی دیشب چه چیزیه؟ برای دیشب خب تیم ما خوب سرویس داد، از ضعف دریافت تیم روسیه با نهایت برر برد. از اون روسا سرویس خیلی خوب نزدن، دریافت خوب ما به ویژه سیامک مرندی باعث شده که سعید معروف بتونه سرعت خیلی خوب و تنوع زیادی رو به خط حمله تیم ایران بده. بله. در مجموع روسا چون کند هستن، مقابل سرعت پاس سعید معروف نتونستن تا مقاومت بیارن. البته تک تک بازیکن‌ها ما خیلی خوب بازی کردن، ولی توسط روسا اونطور که باشه تحت فشار قرار نگرفتن. موزرسکی چهره شناخته شده است، دیشب آمده بود، حالا با اینکه آمده نبود ذهن خیلی ها معطوف ایشون شده بود. حالا فکر کنم جامعه والیبال ایرانی خیلی ایشون رو میشناسن. بله، موزرسکی همون بازیکنی است که سرنوشت طلای المپیک رو تغییر داد. بازیکنی که در قطر پاسور بود، بعد از اینکه روسا دو گیم رو باختن، از ست سوم آقای آلکنو سرمربی قبلی ایشون رو در قطر پاسور قرار داد و ایشون بازی رو برگردوند. دیشب هم خزن شده بود. دیشب بله، دیشب هم در قطر در پست غیر تخصصی خودش بازی کرد. به حال بعد از یک سال خودی مصدومیت و بیماری طبیعی بود که اون موزرسکی مورد توجه و دوست داشتنی جهان والیبال نباشه. محمود افشاردوست، دبیر فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، رو خط تلفنی برنامه موج شبکه ورزش سیما. آقای افشاردوست، درود بر شما، ممنونم که با موج همراه. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آیاتشی و همچنین کارشناس و استاد بزرگوار جناب حمیدی. امیدوارم که طاعات عبادات شما عزیزان قبول بوده باشه تا الان و التماس دعا دارم در خدمتتون هستم. آیا افشاردوست، بردیم اما به مرحله نهایی صعود نکردیم. نگاه شما چی چیزیست؟ بله. الان فکر میکنم تماشاگران دیشب سنگ تمام گذاشت. بله، ما که واقعا شرمنده همه هوادارامون و همچنین همه کسایی که به نوعی والیبال رو اصلا تعقیب میکنن هستیم. واقعا تو این مدت، نه فقط این بازی ها، تو این 3-4 ساله اخیر واقعا از تیم ملی والیبال افغانستان والیبال حمایت کردن، ازشون تشکر میکنم. دستشون درد نکنه و در واقع بازیکنام تمام تلاششون کردن الحق و الانصاف تا اونجایی که میتونستن تو این گروه سخت انقدر امتیاز جمع کردن و در واقع تمام تلاششون کردن. بالاخره شرایط به گونه‌ای بود که خب والا تیم امریکا، تیم لهستان تجربهشون بیشتر از ماست و در واقع تونستن از فرصت‌های کوچیکی که به نوعی شاید ما نتونستیم ازشون استفاده کنیم، اونا استفاده کردن و صعود کردن. اما چیزی که مهمه اینه که من فکر میکنم که بایستی اون نقطه نظرات و اون اهدافی که در شروع لیگ جهانی، حتی پیش از شروع لیگ جهانی مد نظر ما بود هم مورد توجه قرار بگیره. ما به دنبال این بودیم که به نوعی از این گروه و از این سید یا از این دسته به دسته پایین‌تر صعود نکنیم. موقعی که در واقع تو اون مقطع برکشی لیگ جهانی اعلام شد، الحق و الانصاف هیچ کارشناسی من فکر نمی کنم که تصورش این بود که ما حتما از این مرحله صعود میکنیم به مراحل بالاتر، چون واقعا گروه سختی بود. بالاخره اسامی این تیم ها خیلی بزرگ است، پیشینشون، تاریخچهشون، کسب مدال در جایی که هنوز ما رویای حضورش رو داریم خیلی بالاست و در واقع همه نگران این موضوع بودیم. ولی خب الحمدلله بچه‌ها و کادر فنی زحمت کشیدن و تا اینجای کار که خدمت شما هستیم، ما خوشحالیم از اینکه حداقل در سید ای دنیا و جزء هشتم برتر دنیا حتما هستیم و تا ضمناً بازی‌های خوبی هم ارائه دادن، امتیازهای خوبی هم تونستن جمع‌آوری کنن. آقای فیزوی، خط تلفنی ما باشید. آقای حمیدی، راه رفتن با المپیک راه متفاوتی با لیگ جهانی است، مثلا تیم‌ها دست پرتر میان. نگاهشون چیزایی با آقای افشاردوست همراه هستید که ما در سطح لیگ الهی جهانی خیلی خوب کار کردیم. اول اجازه بفرمایید که من خدمت آقای افشاردوست، دبیر محترم و دوست داشتنی فدراسیون والیبال، عرض ادب بکنم. دقیقاً من هم اعتقاد دارم که لیگ جهانی اگرچه که از مهمترین رویدادهای والیبال دنیاست، ولی گذریه تا ما بتونیم از طریق لیگ جهانی و تجربه‌ای که کسب کردیم به المپیک برسیم. بدون تردید همه تیم‌ها در المپیک با دست پرتری میان. شما به احتمالاً به یاد دارین که آلمان نایب قهرمان جهان داوطلبانه از لیگ جهانی کنار کشید تا بیاد بیشتر برنامه‌ریزی بکنه، تمام همه غم خودشون برای المپیک بذاره. روس‌ها هم تقریبا همین برنامه رو دارم. بنابراین من فکر میکنم که ما از این ودای تلخ نمیتونیم بگیم، ودای شیرین بازیکنان ما به دلیل چند بازی خوبی که ارائه دادن درس بگیریم، انشاءالله برای حضور بهتر در المپیک. ولی
تیم ما نواقصی داره از نظر فنی و همچنین مسائل جانبی که اگر صلاح دیدیم من مطرح بکنم، اگر نه که انشالله. آقای افشار دوست، حالا بعضی میگفتن که ممکنه تیم ملی ما از لحاظ حالا سرمربی آقای کواچ کمی حالا قدرت مدیریت کمتره، آیا چنین چیزی رو قبول داری؟ باید با تیم در واقع زندگی کرد، یعنی باید توی اون شرایط تمرینات تیم حضور همیشگی داشت و در واقع دید آیا تیم داره چجوری تمرین میکنه، آیا به لحاظ مدیریتی خوب اداره میشه نمیشه. من خودم انصافا تو تمام در واقع طی سال یا طی زمانهایی که تیم در اردو هست به صورت نامحسوس شده بعضا تمرین تیم ملی رو رصد میکنم، نگاه میکنم، پیگیری میکنم. این چیزی که حضرت عالی میفرمایین ممکنه در واقع، نمیخوام بگم که مثلا حالا هر کی این صحبت کرده خب به زعم خودش کرده، یعنی از دید خودش این صحبت مطرح شده، من خیلی همچین چیزی رو انصافا مشاهده نکردم. اگرم بوده شاید تو اون زمانایی که من دیدم در واقع این به چشم من نخورده، شاید من مشکل داشته تو دیدنم و نتونستم ببینم، ولی علاق و انصاف همچین چیزی برای من نبوده، یعنی من واسم همچین چیزی مسجل نشده. ضمن اینکه ببینید برد و باخت ها در ورزش، مثلا در ورزش والیبال، یه چیز طبیعیه، یعنی اینکه ما ببریم و ببازیم. آقای حمیدی نکته خوبی رو اشاره کردم، من فکر میکنم که دلایل بازی باختمون به یک تیم بیشتر به مسائل فنی، تکنیکی و تاکتیکی برمیگرده تا مسائل دیگه. من فکر میکنم که من همیشه، شما آیاتش شما شاهد هستیم، من همیشه میگم تیم ما یکی از بهترین های دنیا نیست، هنوز در حال و در مسیر رشد داره حرکت میکنه. اینو من همیشه تاکید میکنم، دلیلش هم همین اتفاقی که الان افتاده واسمون کاملا مشخصه. تیم ایالات متحده و لهستان اما با تجربه تر عمل کرده، کاملا مشخصه. بنابراین من فکر میکنم که ما در حال رشد هستیم، بایستی نواقصمون رو رفع کنیم. قطعا بعد از بازی در واقع امشب برای فردا یا پس فردا اطلاعات آماری کل بازیامون رو میگیریم، تحلیل رو میگیریم، میشینیم خودمون هم تحلیل میکنیم و در واقع اطلاعاتی از توش به دست میاریم ببینیم نقاط ضعفمون کجا بوده و برای ورلد کاپ یا جام جهانی نیاز هست این نقاط ضعفمون رو برطرف کنیم. اگر خارج از این باشه یعنی ما کار خاصی انجام ندادیم. سالهای گذشته هم این کارو کردیم، الان هم این کارو میکنیم. امیدوار هستیم که در آینده بتونیم استفاده کنیم از تجربه حضور در لیگ جهانی. شما همراه باشید. مصطفی کارخانه هم روی خط تلفنی ماست، یکی از مربیان با سابقه والیبال. آقای کارخانه، نگاه شما به کلیت تیم ملی والیبال تا الان چه چیزی در لیگ جهانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، آقای آتشی عزیز، همچنین آقای حمیدی، همچنین آقای افشار دوست. نوازاتون هم قبول بشه ان شاء الله. اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. عرض کنم خدمت شما که من اعتقاد دارم که ما توی اون حالا به خاطر یک بازی یه مقدار کم شانسی آوردیم، یه مقدار بد شانسی آوردیم، به خاطر یه بازی نباید توی اون مورد سرزنش قرار بدیم. اگر خواسته باشیم بازی این مرحله رو یه مقدار مورد بررسی قرار بدیم، تیم ما تو این دوره از مسابقات یک سری نقاط ضعف داشت، یه سری نقاط مثبت داشت. اگه به مثبتاش باید به نظر من بیشتر فکر کرد، چرا که ما یکی از هماهنگ‌ترین تیم‌های دنیا به خصوص روی حمله، تنوعی که تیم ما روی حمله داره به لحاظ داشتن کارگردان و لیدر خوب به نام سعید معروف، یکی از بهتریناست تو دنیا، شاید تو هر تیمی دو یا سه یار تاثیرگذار وجود داشته باشه، حتی تیم بزرگی مثل لهستان، حتی تیم بزرگی مثل امریکا. اما تو تیم ما باور کنی که تعداد بازیکنهای تاثیرگذار خیلی بیشتره. از همه مهمتر ما یه تیم دوم، یه تیم ذخیره خیلی خوبی داریم که خیلی تیمهای دیگه ندارن. مثلا فرهاد قائمی، امیر غفور الان تو شرایط فعلی تو تیم ما ذخیره شدن، اما شاید تو تیمهای دیگه بودن فیکس بازی میکردن. این یه تو مواقع میزبانی بهترین تماشاگر دنیا رو داریم. هر موقع نظر روانی آماده بودیم، حتی تیم قدرتمندی مثل امریکا رو میتونیم 3-0 شکست بدیم. هر موقع شاداب بودیم، با انگیزه بودیم، چقدر هماهنگ و با صلابت بازی کردیم. هیچ تیمی شاید یه کارگردان، یه لیدر یا یه محور یا مدیر خوبی مثل سعید معروف ما داریم. یه تیم رویایی داریم، 10 سال زحمت کشیده شده تا این بازیکن‌ها به اینجا رسیده. اما از اینجا به بعد مسئولیت سنگینی رو دوش فدراسیون والیبال تک تک بازیکن‌ها، این بازیکن‌ها دیگه متعلق به خودشون نیستن، سلامتی به فکر سلامتی خودشون باشن، به فکر جسم و روح روان خودشون باید باشن. اما باید با اگر می‌خوایم یه بررسی داشته باشیم چه اتفاقاتی افتاده، ما باید قبول کنیم که ما در گروه بسیار سختی قرار داشتیم. امریکا، لهستان، روسیه، هر کدوم یه قدرت در، یکی قهرمان المپیک بود، یکی قهرمان جهان بود، یکی قهرمان لیگ. این موضوع قبل از رفتن اصلا یه مقدار سنگینی میکرد رو تیم ما. آسیب دیدگی تعداد از بازیکنای ما، نبود آقای سعید معروف که
تو باشگاه روسیه بازی میکرد دیر به تیم ملحق شد. در شرایطهای سخت که ما باید ببریم و صعود کنیم مثل بازی با لهستان، ببین هنوز اون تجربه لازم رو پیدا نکردیم. ما بازی با لهستان رو داشتیم، بازی دوم رو با استرس بازی میکردیم چون باید میبردیم به بالا صعود میکردیم، پس هنوز اون تجربه لازم. در حالی که شما بازیکنهای لهستان رو نگاه کنین، اون کوبی ها با چه حرارتی در برابر اون تماشاگر که هر بازیکن اینجا میومد سخت میتونست بازی بکنه چقدر راحت. پس این نشون میده اونا از نظر تجربه چقدر از ما، هنوز به نظر من با تجربه پیدا کنیم، هنوز باید کار بکنیم. در گذشته هر تیمی که خوب حمله میکرد میبرد و ما این رو خوب بهم، اما حالا متوجه شدیم هر تیمی که خوب سرویس بزنه، خوب دفاع کنه. ببینیم ما به امریکایی تو امریکا باختیم که کریستیانسون پاسورشو میده 7 تا سرویس متوالی میزنه. پس این نشون میده تیم ما در دریافت در برابر سرویس های پریشی محکم، یا کریست اندرسون شماره 1شون رفت 5 تا سرویس متوالی گرفت. آقای کارخانه رو خط طرف ما باشید. آقای حمیدی، وقتی اسم معروف میاد، اسم موسوی میاد، اصلا اگر در یک بازی نباشن ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. آیا جایگزین پیدا کردن در این مسیر لیگ جهانی وظیفه یک کادر فنی و یک فدراسیون نیست؟ ببینید، واقعیت اینه که بازیکن‌ها طول زمان ساخته میشه. سعید معروف که امروز آقای کارخانه و همه ایران و جهان ازش تعریف میکنن، از سال 2001-2002 عضو تیم ملی نوجوانان ما بوده. بازی نباشه ما دلهره داریم. بله، و اینکه ما پشتوانه بسازیم، اول بحث اینه که مربیان ما، کادر فنی ما به بازیکنان ما اعتماد داشته باشن. اینکه ما مطرح بکنیم لهستان 18 دور و 19 دور در لیگ جهانی بوده، نمیدونم تیم برزیل 26 دور در لیگ جهانی شرکت کرد، اینا ملاک نمیتونه بشه. به این دلیل که آیا بازیکنان 26 سال پیش همچنان در این تیم‌ها بازی میکنن؟ اگه لیگ جهانی به تنها ملاک باشه، تیم ژاپن 24 دوره در لیگ جهانی حضور پیدا میکنه. ما یک بحثی رو که فکر میکنم در این دوره از مسابقات داشتیم و خودم به حال در لس آنجلس همراه تیم بودم، غفلت از مسائل ذهنی و تصویرسازی هست. من فکر میکنم که تیم ما در مواقعی که ذهنش متمرکز نیست به هم میخوره، کل تیم میپاشه. باید ببینیم که این مسائل ذهنی که عدم تمرکز به وجود میاره وظیفه کیه؟ آیا وظیفه آقای کوواچ و دستیارانش است؟ آیا ما تیم ما نیاز به روانشناس داره؟ اینکه چطور آنتیگا که من شب گذشته خوب اون بازی رو داشتم گزارش میکردم، چطور تیم میره که ست اول رو خیلی بعد میبازه یک دفعه جمع میکنه؟ اینا مسائلیه که من فکر میکنم برمیگرده به همون موردی که آقای افشاردوست اشاره کردن، اینکه ما بعد از این مسابقات باید بشینیم به جای تعریف زمجید زیاد که تعریفم داره تیم ما، راه آینده رو ترسیم بکنیم. من فکر میکنم فدراسیون والیبال در کنار آقای افشاردوست که خب به حال ایشون کاپیتان تیم ملی ما بوده، از جنس در... والیبال بوده، بله، در کنار ایشون یک گروهی فنی تشکیل بدیم. دلیلی بر این است که ما در ایران نتونیم درباره تیم ملی نظر بدیم آدم فنی نداشته باشیم. آدمای فنی داریم، بین آدما بیاریم در جلساتشون بشینن نظراتشون رو بدن. شاید اصلا نظرات قابل قبول نباشه و شاید هم باشه. من فکر میکنم که یک تفاوتی که بین آقای کوواچ وجود داره با آقای ولاسکو همین تقویت تصویرسازی بود و تقویت مسائل ذهنی. متاسفانه ما این دوتا فاکتور اگه باشه کمک میکنه که بازیکنهای ما در نمایش‌های خودشون بهتر بسیار و کم ایرادتر اجرا بکنن. آقای افشاردوستان، سوال پایانی نگاه شما چیست؟ ما تیم بزرگی هستیم و در مورد تیم‌های بزرگ خیلی ها صحبت میکنن. ما گول‌های زیادی رو به زانو در آوردیم. فکر می‌کنید که حالا استفاده از تجربه پیشکسوتان در دستورکار فدراسیون قرار خواهد داشت؟ ببینید، من می‌خوام یه نکته رو اشاره کنم، این که ما هنوز تیم بزرگی نیستیم. ما در حال تبدیل شدن به یک تیم بزرگ هستیم. نه فقط تیم ملیمون، کلاً بدنه والیبالمون در حال پوست اندازی و تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های والیبال دنیا. دلیلی نداره که حالا تیم خودمون رو به عنوان یکی از خوب‌های دنیا بدونیم، اما تلاش می‌کنیم که به اون خوب‌های دنیا برسیم. من میخوام که در واقع نکته رو اشاره کنم، که تشکر کنم از صحبت‌های بسیار خوب آقای حمیدی. واقعا یه بحثی ما تو ورزش حرفه‌ای داریم به عنوان سرسختی ذهن، و این سرسختی ذهن تمام ورزشکارانی که در المپیک و مسابقات مهم و معتبر سال‌های سال به آقایی کردن، کسب مدال کردن، در واقع به این بحث سرسختی ذهن و تصویرسازی ذهنی اذعان دارن. امیدوار هستم که ورزش کشورمون در همه بخش‌ها و همه رشته‌ها، علی‌خصوص در مورد والیبال،
بازیکنامون به این بخش توجه ویژه کنن و و ضمناً مربیانمون، البته من بحثم بیشتر مربیان داخلیمون هم هست، نه فقط بگم خارجی ها، اینها هم تو این بخش خیلی به لحاظ علمی خودشون رو آپ تو دیت کنن و در واقع قوی بکنن که بتونیم نسل های آینده رو به این شکل پرورش بدیم برای آینده والیبالمون. ما هم در واقع در حال بررسی کارها هستیم، ان شاءالله بتونیم که بعد از این مسابقه امشب که امیدوار هستیم با برد همراه باشه و در واقع بازی سختی هم هست با توجه به این شرایط روحی و انگیزشی در بازیکنان، ان شاءالله بتونیم با برد همراه باشه و در واقع بریم به سراغ مسابقات دیگه‌ای که پیش رو داریم، قهرمانی آسیا و همچنین جام جهانی که برای اون بسیار بسیار اهمیت داره. بله. یکی از اهدافمون این هستش که بتونیم تا اونجایی که میتونیم و امکانش هست، در واقع امیدوار هستیم که بتونیم در مسابقات ورلد کاپ یا جام جهانی جزء دو تیم اول باشیم. البته میدونیم این کار خیلی سخته، واقعا سخته این کار، ولی خب تمام تلاشمون این است. امیدوار هستیم که با دعای خیر همه دوستان به این نتیجه را برسیم که در واقع بتونیم از حالا صعود کرده به المپیک باشیم. ممنونم از شما که با ما همراه وقت گذاشتید، سپاسگزارم. قربان شما، محبت خدا. متشکرم. آقای کارخانه، روسیه دیشب روسیه همیشگی نبود، شکست خورده از لحاظ بدنی و روحی بود، نگاه شما چه چیزیه؟ ببینید روسیه که به همه باخته دیگه، تیمی که دیگه به همه باخته، مربیشو عوض کرده، در صورت حالا من اتفاقا بخوام از همین مورد شما بخوام این رو بگم، ما روسیه قهرمان المپیک بوده به این روز افتاده، در صورت مسابقه است دیگه. منم اعتقاد دارم تیم ما اگر میخوام از دو منظر و دو بود بهش نگاه کنیم، یه بود ذهنی روانی، یه بود فنی، ما تو هر دو تا بود نوساناتی داشتیم، چه از بود ذهنی روانی نوساناتی داشتیم، چه از بود فنی نوساناتی داشتیم. اگر میخوام این انتظار رو داشته باشیم یه روزی تیمی باشیم که بتونیم از قبل پیش بینی بکنیم، هنوز به اونجا نرسیدیم. چرا؟ چون من میدونم قبل از این که از نظر فنی قابلیتامون رو ببریم بالا، حرفه‌ای تر بشیم، به تکامل بالاتری برسیم، باید از نظر ذهنی و روانی قوی بشیم. هر موقع اینجا رو تقویت کردیم، اینم زمان میبره، کار یه شبه نیست. ببین 10 سال زحمت کشیده شده تا این تیم رویایی به دست اومد، همینطور که آقای حمیدی گفته. بنابراین باید یه مقدار حوصله به خرج بدیم، یه مقدار زمان به خرج بدیم. ما ظرف 3 سال سال اول حضور اون با الان بیام یکی بکنیم، الان تجربیاتمون چه بهتر شده، در گروه بعدی قرار داشتیم، لهستان قهرمان دنیاست، باید قبول کنیم. برای آینده ما باید به بدن تیمیمون، چون لهستانی از نظر فیزیکی از نظر بنیه‌ای از ما قوی تر بودن، پس ما هم به بدن تیمون باید همین جور بازیکنای قد بلند تزریق بکنیم، در آینده اینا رو تجربه قرار بدیم، یعنی این باخترا رو دیگه باید فراموش کنیم، فکر امروز و آیندهمون. آقای حمیدی، در کنار آقای آنتیگا مربی بود که سرمربی خودش بوده و در کنار کوچ مربی بود که بعضی میگن حالا در حد مربی تیم ملی نیست، آیا فهم کنید قبول دارید این نگاه رو؟ با اینکه الان مربیان داخلی ما آقای افشار اشاره کردن که شاید زیاد مدرن نباشه تفکرشون. من دقیقا با نظر شما موافقم. و حالا تیم لهستان اگرچه قهرمان جهان شد، اون تیم رو آقای آناستازی ساخته، تیم ما رو هم آقای ولاسکو ساخته. آنتیگا بعد از مسابقه قهرمان جهان 4 تا از بهتریناش از دست داده، ولی باز اومده با پاسور ذخیرش تیم ما رو تحت فشار قرار داده. بله. مواردی که آقای کارخانه عزیز اشاره کردن، بحث مسائل روحی روانی موردی هستش که کاملا مشخصه. بحث تاکتیکی هم اینه، وقتی تیم یک تیم مقابل ما تاکتیکی بازی میکنه، ما گیر میکنیم. تیم مثل روسیه دست پاسورش رو بتونه بخونیم، ساده بازی کنه، راحت دفاع میکنیم. ما در تیم خودمون بازیکن مدافعان و وسطی داریم مثل عادل غلامی، سید موسوی که واقعا بازی کنن، یک دفاع کننده وسط مدرن هستن. اما وقتی مقابل تیمی قرار میگیره مثل تیم فرانسه که متغیر بازی میکنه، اوریب بازی میکنه، مدافعان کناری ما نمیتونن با مدافعان وسط ما جفت بشن. از اون طرف ما وقتی مقابل یک تیمی که خوب سرویس میزنه مثل تیم امریکا که در لس آنجلس خوب سرویس زد، اما اینجا کلن به دلیل این کنها تماشاگر ندارن، در مقابل تماشاگر ما کنترل رسیدشون رو در دادن سرویس از دست دادن. پارسال در مسابقات قهرمانی جهان تیم آلمان با سرویس ما رو برد. ما این مشکلات رو داریم، یعنی مشکل تاکتیک جایگزین رو هم داریم. و به همین دلیل من فکر میکنم علارغم این که سیامک مرندی خیلی خوب بازی کرد، باید فرهاد ظریف رو به تیم ملی برگردونیم. اگر بحث انضباطی است، اگر سوء عرض شود که سوء تفاهمی که بین ایشون و مربی ایشون
به وجود اومده قابل حل هست. به حال مربی آقای ولاسکو اومده، سعید معروف با اون ابهت گذشته یک سال گذشته کنار، بعد از اینکه سعید معروف برگشت، سعید معروف شد که یه تولد دیگه داشت. ما اجازه بدیم بازیکن‌ها سرمایه های ما نصب بودن توسط مربیان خارجی. همین رو میخوام بگم آقای کارخانه، بعضی از بحث ها در این چند اخیر بود که بعضی از بازیکن روی کواش تاثیرگذارن و روی سلیقه ایشون تاثیر میذارن. آشان قبول دارین حرف رو؟ من تا حدودی قبول دارم. یه جایی یه صحنه رو اصلا خود من دیدم که آقای سعید معروف بازی با لهستان رو بیرون به آقای کواشکو تعویض کن. این رو من هم تایید میکنم هم تایید نمیکنم. اینجایی که تایید نمیکنم، خود مربی ما اینقدر باید آگاه باشه، اینقدر باید هوشیار باشه، اینقدر باید تسلط در بازی و بازیکناش داشته باشه. ببینید ما یه تعداد بازیکنای بزرگی داریم با فرهنگ ایرانی، بازی گرفتن از بازیکن بزرگ هنر برای مربی. منم اعتقاد دارم آقای بلاسکو این هنر رو داشت. مربی ما مربی پرانگیزه، پرحرارت، پرجنب جوشه. اما اجازه بدیم با گذشت زمان، من اینجوری که از صحبت آقای افشاردوست متوجه شدم و صحبت های که مرمان این مربی رو میخوان نگر دارن، و از اون طرف اونجا که میگم رد نمی کنم، این که بالاخره سعید معروف چون شناخت بیشتری از بازیکنهای ما داره، سالیان ساله در کنار این بازیکنها بوده، حالا از بیرون یه چیزی به دیدش اومده گفته و مثبت هم بود و ما اون ست رو بردیم، تاثیرگذار بود. اما میگم من باید اجازه بدیم آقای کوواچ ما مربی پرانگیزه و پرحرارتیه، اما تجربه یه چیز مهمیه. ما چطور اومدیم تصمیم گرفتیم که گفتیم که آقای ولاسکو باید بیاد؟ چرا آقای ولاسکو رو آوردیم؟ گفتیم از اینجا به بعد ما توی عرصه‌ای وارد شدیم که با تیمای بزرگ دنیا باید یه مربی رو بیاریم که تجربیات بین‌المللی داشته باشه، اسم آوازش بزرگی داشته باشه، تیم‌ها رو بکشونه بالا، در میدان‌های سخت تجربه کرده باشه. اما سرمربی ما در میدان‌های سخت هنوز تجربه پس نداده. بنابراین یا ما باید حوصله به خرج بدیم. یه نقاط مثبتی هم داره، منم معتقدم بازی تیم ما باید امشب هم تموم بشه، یک بررسی بشه. منم با آقای حمیدی موافقم، بیه بدون حب و بغض، همه باید دلشون برای تیم ملی بسوزن، اونایی که کارشناس هم، اونایی که صاحب نظرن، بیان بشینن صادقانه برای کمک کردن به تیم ملی، نه اینکه بیان نظر خودشون اعمال بکنن. منم با این ایده موافقم که ما باید همه کمک کنیم در راستای موفقیت تیم ملی. آقای حمیدی یه سوال داشتم پرسیدم، اون کار بیشتر جوابگو باشید، اینکه مربیان خودمون آیا با دانش روز دنیا مچ هستن؟ ببینید ما 3-4 تا مربی رو گذاشتیم کنار آقای ولاسکو و الان همون 3-4 تا والیبال مدرن رو یاد گرفته، الان بیرون زمینن. من فکر میکنم که هنوز مربیان داخلی ما، یا اینکه فدراسیون به اونا اعتقاد نداشته اونا رو گذاشته کنار تیم، یا اینکه به اونا اعتقاد داشته، نمیدونم حالا چرا اینا بیرونن. ولی مربیان ایرانی تلاش کردن که درس بگیرن. فدراسیون والیبال چند کلاس توجیهی خیلی خوب گذاشته، ولی هنوز از والیبال مربیگری مدرن دور هستن. من با این نظر موافقم، اما تا کی باید این فاصله باشه؟ کنار آقای کواچ، کنار آقای ولاسکو، کنار هر مربی که قرار بیان، مربیانو بذاریم که ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشه. امروز ما 4 تا تیم میدیم با آقای پیمان اکبری، 4 تا تیم میدیم با آقای فرهاد نفرزاد. اینا مربیان خیلی خوبی هستن. اگر به اینا اعتقاد دارین چرا کنار تیم ملی نمیذارین؟ اگر اعتقاد ندارین اجازه بدین 4 تا مربی دیگه هم رشد کنن، مربی بسازیم. فردا اومده یک اتفاقی برای مربی فوتبال شما هم سطح لیگ جهانی در بازی مربی و کادر فنی هم داشته باشه. بله باید داشته باشه. من یک بحثی رو در مورد دخالت بازیکن‌ها، حالا به حال تلویزیون یه چیزایی رو نشون داده، همه مردم دیدن، همه مربیان بزرگ دنیا از کاپیتان‌هاشون نظر می‌خوان. بله. با کاپیتان‌هاشون مشورت می‌کنه. سعید معروف بازیکن بزرگ، حق ایشونه که در کارهای تیم با مربی مشورت بکنه، به شرطی که مربی بخواد. ولی این تابلو نباشه که شأن مربی از نظر اجتماعی زیر سوال بره. بسیار خوب کارخانه، نکته‌های پایانی شما می‌شنوم در مورد در واقع کلیت و بازی دیشب، اگر نکته مونده. عرض کنم خدمت شما که منم در ادامه سوالی که از آقای حمیدی شد میخوام کامل کنم این موضوع رو. بله. این که در رابطه با مربی ایرانی، چون خودم یه مربی ایرانی هم سالیان سال برای والیبال این مملکت زحمت کشتم، افتخارات زیادی دارم، وظیفه من انجام دادم، افتخارات زیادی دارم که آوردم. تمام قهرمانی‌های اول والیبال هم به لطف پروردگار من سرمربی تیم بودم. هیچ موقع مورد اعتماد قرار نگیر، ولی به مربی خارجی اعتماد و اعتقاد بیشتری هست. منم اعتقاد دارم. ما چطور رفتیم آقای بلاسکو رو آوردیم؟ ببین به رزومه اعتقاد دارم، به تجربه هم اعتقاد دارم. ما تیممون در لیگ جهانی در المپیک میخواد بره، حتما باید کسی رو بیاریم که
تجربه میدان‌های سخت رو داشته باشه. یک مربی خارجی بیاریم که واقعا ما که بخوام پول خرج کنیم، بریم یه مربی بیاریم تاثیرگذار باشد. بله من موافقم با این موضوع، ولی اگر واقعا برای آینده که ما نمیتونیم تا ابد مربی خارجی رو داشته باشیم، مربیایی که بهشون ایمان و اعتقاد داریم که میتونن در آینده کمک بکنن به والیبال مملکت، بیاریم بذاریم کنار دست. به جای اینکه الان آقای کوواش دو تا مربی اول و دوم خودش رو خارجی آورده، اینو ببندیم دست این مربی، بگیم بابا ما تو رو میاریم به این شرط که هم تیم ما رو هدایت کنی، هم مربی جوان ما بیان کنار شما تجربه پیدا کنه، آینده ما تیم به اینا بدیم. بله متشکرم آقای کارخانه، انشالله باز هم در شبکه ورزش آمده والیبال با شما همراه باشیم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا حفظ کنم. آقای حمیدی نکته پایین شما، یه دقیقه جنبندی شما چه چیزی؟ من خدمتتون عرض کنم که واقعا به بچهای تیم ملی فدراسیون والیبال خسته نباشید میگیم. هیچ کس مخالف تیم ملی نیست، همه اونا که منتقد بودن به خاطر باخت بد به امریکا بوده و حق منتقدا بوده، الان که همه تعریف میکنن این تحسینه. اما فراموش نکنیم برای ساختن یک تیم ملی 4 سال فقط وقت می‌ذاریم. ما برای این تیم ملی داریم 8 سال وقت گذاشتیم. درسته بازی کنیم مثل میلاد عبادی پور، هم منظور همین پیست اندازی بین بله اومده، ولی ببینیم ما بیشترین وقت و بیشترین فرصت و بیشترین صبوری رو خرج دادیم، دیگه بیش از این وقتی باقی نمیمونه برای این تیم ملی. ولی زندگی ادامه داره. بسیار متشکرم از آقای جمشید حمیدی. زندگی همچنان ادامه داره. سپاس از مصطفی کارخانه و محمود افشاردوست.